شده است. بجوشید بجوشید که ما بحر شعاریم، به جز عشق به جز مهر دگر کار نداریم. در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک، به جز عشق به جز مهر دگر بذر نکاریم. شما مست نگشتید و از اون باده نخوردید، ندانید ندانید که ما در چه شکاریم. تعبیر بحر شعار از خود مولوی است و وصفی که در مثنوی داشته است دقیقا با این تعبیر سازگار است و اگر بخوایم به نحو دیگری از او تعبیر کنیم، همان است که یه سلطانی خیشتنداری میکند و در مستی مراعات ادب میکند. در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد، ور بود باشد عجب. جمع صورت با چنین معنای ژرف نیست ممکن جز سلطان شگرف. این وضع مولوی است در مثنوی. اما شما وقتی که به دیوان شمس میرسید، اونجا مولوی یک چهره دیگری از خودش نشان میدهد، همون چهره‌ای که باید اون رو خورشید صفتی نامید. خورشید از مهمترین اوصافش باز همونطور که خود مولوی اینها رو برای ما گفته است، این است که بخشنده است و در کنار بخشندگی سوزنده هم هست. آب دریا سوزنده نبود، بخشندگی دریا سر جاشه، ولی سوزنده بودن و نقاب از چهره گشودن و همه چیز رو برآفتاب افکندن، یعنی آشکار کردن، این یک وصفی است که فقط در خورشیده. خورشید اتفاقا خاصیتش این است که رازی رو باقی نمیگذاره، شب رو میسوزاند، تاریکی رو میسوزانه، از میان برمیداره، کارش نور افکنی است. و اگر رازی هم هست تازه او فاش میکنه، چه جای اینکه رازی نباشد. در حالی که در مثنوی سعی بر این است که اگر رازی هست تا حدودی در پرده بماند و افراد ملزم نشوند که چشم در چشم آفتاب بدوزند، برای اینکه هر چشمی تا به این کار رو ندارد، خیره می شود، کور می شود، از میان می رود. در دیوان شمس شما با یک چنین وضعی هستید. این تجربه رو شما می تونید شخصا داشته باشید. دیوان شمس خوندنش رو خیلی ادامه نمی توان داد. مثنوی فرق داره با او. شما می تونید بشینید نسبتا با آرامی، با همون وقار سجاده نشینان و معلمان به تعبیر مولوی، بنشینید و مثنوی بخوانید و درس بدید و از حقایق عمیقش لذت ببرید، فوق لذت فوق لذت، طربناک بشید، اشباع بشید، روحن فربه بشید. واقعا همه این تجربه ها رو آدم در مثنوی داره. همطور گل از گلش میشه کفت، پرده های اسرار است که یکی پس از دیگری از جلوی چشمش کنار میرود، گوهرهای حقایق است که به چنگش میفته. هم نشینی با یک از بندگان بختیار خداوند، با یک عالم بزرگ، با یک عاشق بزرگ که هر لحظهش مغتنم است. در هر نکته‌ای که میگوید شما یه بابی میبینید که ینفتح منه الف باب، هزار در دیگه از او گشوده میشه. یک چنین وضعی است و قرار گرفتن در یک چنین موقعیتی مگر دیوانگان رو خوش نیاید، مگر آدمیان محروم رو، والا برای افراد مشتاق، برای افراد سالم، برای افراد قدردان چیزی بهتر از این نیست. ولی در دیوان شمس شخص چندان تاب نمی آورد، تاب نمی آورد. به قدری این خورشید گاهی بی پرده می تابد، به قدری نورش سوزاننده است در مواردی که آدم یکی دو سه دقیقه می تونه به ایست و بعدش هم باید بگذره، بره سایه دیگه، باید بره سایه. توجه میکنید همون سخنی که در مثنوی هست که نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر وا پس گریز، پیش این الماس بی اسپر میاک از دریدن تیغ را نبود حیا. در دیوان شمس درست همین این وضع و همین تجربه پیش می آید، یعنی شما میبینید که با یه نور فوق العاده خیره کننده روبرو هستید که تا یه جای اجازه دیدن میداد به شما، بعد از او دیگه منگی است و گیجی است و بیخیشتنی و باید مهلت بگیرید، اجازه بگیرید یه مدتی تا خودتون رو بازیابی کنید و بازسازی کنید تا دوباره به حضور او برید. درست مثل این که آدمی رو که توی یک منطقه سردسیری که آفتاب نداره و اونجا میزیسته وردارن ببرن در یک منطقه کبیری پر آفتاب
این اولاش خیلی احساس لذت میکنه از دیدن آفتاب و از گرمای آفتاب، ولی پس از مدتی حس میکنه که نزدیک شدن به خورشید کار آسانی هم نیست، کار آسانی هم نیست. خود